دارین با بانو کریمی از فیلم سازان کشور در استدیو حضور دارن. کریمی صاحب برنامه خوش آمدین. درباره فیلم پرلیکا که جایزه را هم در جشنواره جهانی فیلم داکه بنگلادش به دست آورد، شما بیشتر بفهمید فیلم را چگونه ساختین؟ فیلم در واقع پورتری خانم سریا پرلیکا، یکی از مبارزین و مدافعین حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان هست. ما بسیار دوست داشتم که یک فیلم در مورد تاریخ خشونت بر علیه زنان در افغانستان بسازم، ولی خیلی نمیفهمیدم که باید چطور این فیلم را بسازم که بتونم او مطالبی را که میخواستم به تصویر بکشم و یا او موضوعات را که میخواستم به تصویر بکشم را بتونم به بهترین وجه به تصویر بکشم. بعد یکی از دوستانم خانم پرلیکا را به من معرفی کردن چند سال پیش و در مورد ایشان گفتن و در مورد مبارزات ایشان که ایشان جزو معدود خانم هایی هست که از دوران مثلا دوران کمونیسم تا دورای دموکراسی و بعد از طالبان و اینها ایشان همیشه مبارزه میکردن برای حقوق زنان. هم 14 زندگی ایشان را به تصویر کشیدم و هم در عین حال از طریق داستان زندگی ایشان و سرنوشت ایشان آمدیم در مورد تاریخ خشونت بر علیه زنان در افغانستان صحبت کردم. فهمیدین در جریان کار که به خشونت و کارگیری از خشونت در برابر زنان به کدام زمان برمی‌گرده؟ متاسفانه تا آخر هم من خیلی متوجه نشدم که این آغاز از کجا بوده، به خاطر اینکه در هر دوره‌ای که خانم پرلیکا فعالیت کردن به عنوان یکی از مدافعین حقوق زن خشونت وجود داشته، اما صورت‌های خشونت و نوع خشونت‌ها فرق می‌کرده و مثلا در دوره‌های قبل خیلی پنهان‌تر بوده، کسی خیلی راجع بهش با صدای بلند گپ نمی‌زده به خاطر اینکه رسانه‌ها خیلی انعکاس نمی‌دادن و حالا در دوره‌های بعد از طالبان و آزادی بیان و با کمک رسانه‌ها ما تونستیم بیشتر در مورد خشونت‌ها بیشتر بدانیم. زندگی بانو پرلیکا که از مبارزین کشور بودن و هستن چگونه بوده، با کدام مشکلات و دغدغه ها فهمیدین؟ من احساس میکنم که همه زنهایی که تصمیم میگیرن، در کل همه انسان ها و به طور کل و همه زنهایی که تصمیم میگیرن برای احیای حق یا حقوق مبارزه بکنن زندگی ساده ای ندارن، مخصوصا در افغانستان که ما با چالش های زیادی در مورد حقوق بشر و حقوق زنان مواجه هستیم. من با ساختن این فیلم متوجه شدم که یک انسان تمام زندگیش را، یعنی تمام آمالها و آرزوهایش را صرف باوری کرده که داشته. خانم پرلیکا هیچ وقت ازدواج نکردن، خانم پرلیکا هیچ وقت فرزندی به دنیا نیاوردن و خانم پرلیکا همیشه در واقع تنها ماندن و تنهایی را قبول کردن فقط به خاطر اینکه باور داشتن با او آرمانی که برای خودشان خیلی ارزشمند بود و در حال حاضر هم ایشان متاسفانه بیمار هستن و من خیلی خوشحال هستم که این فرصت را داشتم که پورتری این خانم را به تصویر بکشم و حداقل یادگار از ایشان بمانه. بر بنیاد به روایت هایی که بانو پرلیکا به شما داشتم، بدترین وضع را در 14 اخیر به عنوان کشور در کدام دور سپری کردن؟ من احساس میکنم بدترین وضعیتی که زنان افغانستان داشتن از جنگ های مجاهدین و جنگ های حزبی شروع شد، یعنی آغازش اونجا بود و ادامه داشت تا دوره طالبان و در واقع در دوره طالبان همونجور که همه خبر داریم زنها کاملا حذف شدن از زندگی اجتماعی، از سهم گرفتن در فعالیت های سیاسی اجتماعی و حتی فرهنگی و ولی خب این آغازگر او دوران جنگ های جهادی بوده که در واقع زنها کم کم از حوزه زندگی اجتماعی حذف میشن و در کنج خانه ها بیشتر زندانی میشن. از روایت های بانو پرلیکا کدام روایت و یا هم کدام بخش روایت شما را بسیار ناراحت ساخت؟ احساس میکنم او بخشی که من خودم مجبورشان کردم که از برج خانه قدیمیشان
بالا برن با او کهولت سنی که داشتن و میخواستم برایشون بگم که شما از این برج بریم بالا و به کودکیتان برگردیم و وقتی که از او برج رفتن بالا در واقع از او برج به قبرستان نگاه کردن که تقریبا اعضای اصلی خانوادهشان پدرشان مادرشان و یکی از برادرهایشان در واقع دفن شده بود. خانپلیکا وقتی به او قسمت نگاه کردم من بودم و حسی را احساس کردم در نگاهشان، در حرفی که می زدن، در بغض صدایشان که در واقع در آخر روز همه ما می میریم ولی این مهم است که چطور بمیریم. و اتفاقا در آخر فیلم هم میگه که من خیلی خوشحال هستم که اگر روزی با مرگ دیدار بکنم میتونم یک دیدار خیلی خوبی داشته باشم، یعنی پشیمان نیستم این سالهایی را که زندگی کردم در این کشور و مبارزه کردم. بسیار کوتاه، در حال حاضر که اوضاع کشور بسیار دگرگون است، بحث صلح جریان داره، بحث آشتی جریان داره، در کنارش بحث جنگ و نبرد هم بسیار سخت پیش میره، حالت زنان کشور و حالت شهروندان چگونه قابل تعریف است؟ من احساس میکنم زنان افغانستان به یک آگاهی بسیار خوبی رسیدن در مورد خودشان و حقوقشان و گرفتن حقشان. فقط این که ما نباید پاپس بکشیم و این که نباید به سادگی حقهایی را که به سختی به دست بیاریم از دست بدیم. من احساس میکنم ما در دوره خوبی به سر میبریم، دوره آگاهی، و این دوره بوده که خیلی 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 به سختی به دست آوردیم. تشکر بانو کریمی از فیلم سازان کشور از حضورتان.